درود بر شما. هر چقدر که با خودم فکر میکنم واقعا این چه کاری بود ما مردم ایران کردیم، چه بلایی بود که سر خودمون آوردیم، بیشتر ناراحت میشم. میدونید مثلا در مورد آلمان هیتلری، حزب نازی سوسیال ناسیونال که هم سوسیالیست بود و هم ناسیونالیست بود، با شعارهای بسیار عوام فریبانه‌ای که داد تونست بالاترین رأی رو بیاره و هیتلر با رأی بالای مردم بر سر کار آمد. اینگونه نبود که هیتلر حمله کنه و به زور حاکم بشه، ولی بعد اون سیستم فاشیستی رو حاکم کرد و اون همه انسان رو کشت. یا الان اگر به افغانستان نگاه کنیم، خب طالبان با یورش و با جنگ و با ترور پیروز شد. اینگونه نبود که مردم افغانستان رأی بدن و طالبان رو حاکم کن. در ایران در 43 سال پیش هم این روحانیونی که الان حاکم هستن با زور سر کار نیامدن، با رأی ما مردم، نسل ما و نسل پیش از ما بر سر کار آمدن. یعنی ما خودمون به دست خودمون این آخوندها رو حاکم کردیم و اینی که انسان رو آزار میده. اگر مثلا خمینی و روحانیون حمله کرده بودند و با سلاح و با ترور و مثل کاری که داعش و طالبان و اینها کردند می اومدن و قدرت رو می گرفتن، خیلی خوب می گفتیم که به زور گرفت. اما شوربختانه آنچه که درد ما رو افزون میکنه اینه که ما متاسفانه خودمون به دست خودمون، به رأی خودمون آوردیم و اینها رو حاکم کردیم. گفت خود کرده را تدبیر نیست. ولی من به نسل‌های بعدی عرض می‌کنم که در آوردن جمهوری اسلامی هیچ گناه و تقصیری نداشتند، که ما هم آنقدر خام نبودیم، آنقدر نپخته نبودیم که شما فکر کنید این افکار، این رفتار، این سیستمی که الان هست یا 20-30 سال گذشته بوده رو بیاریم سر کار. نه، باور بفرمایید گول خوردیم. شعارهایی که در اون زمان روحانیون و شخص آیت الله خمینی میدادن بسیار بسیار زیبا و فریبنده بود و ما میخواستیم وضع بهتر بشه. ما دانشجو بودیم اون زمان، من خودم اون زمان 18-19 سالم بود. اینی که مرتب خودم رو هم مورد خطاب قرار میدم، میخوام از زیر بار مسئولیت فرار نکرده باشم. دانشجو 18-19 ساله‌ای بودم. اون زمان می‌خواستیم فاصله طبقاتی کم بشه، کمتر بشه. در روستاها 70% مردم زندگی می‌کردند. در حاشیه شهرها اختلاف طبقاتی خیلی زیاد شده بود. خب ساواکی بود، نمی‌ذاشت آزادی مطبوعات اصلا وجود نداشت. آزادی نمی‌دونم بیان اصلا وجود نداشت. انتخاباتی معنا نمی‌داد. خب ما هم می‌خواستیم مثلا وضع رو بهتر کنیم. ما که نمیخواستیم چنین جهنمی رو درست کنیم و تحت تأثیر افکار و نمیدونم آرمان ها و خواسته های مثلا به قول معروف میگن اوتوپیایی، یعنی ناکجا آبادی، خیلی خیلی به اصطلاح دوردست، اینجوری بگم راحت، تحت تأثیر اینها بودیم و میگفتیم باید وضع رو تغییر بدیم. خب آیت الله خمینی آمد گفتش که بله، ما یک جمهوری میخواییم مثل جمهوری فرانسه. خب ببینید، یا گفتش که ما میخواییم در ایران حکومتی برقرار کنیم که در اون کمونیست ها هم آزاد باشن.
و بارها و بارها مسئله حق تعیین سرنوشت است خود ملت رو تأکید میکرد. در سخنرانی معروفی که در 12 بهمن در بیژرا داشت وقتی که از فرانسه آمد، گفتش که گیرم که پدران ما 40 سال پیش این قانون اساسی رو نوشتن، ما چه گناهی کردیم؟ ببینید حرفا خیلی مترقی بود. در مورد رفاه، در مورد عدالت شعارهای زیادی هم خودمون میدادیم، هم گروه های ملی میدادن، گروه های چپ میدادن، گروه های نمیدونم روشن فکری میدادن و گروه های مذهبی هم میدادن. و این شعارها و این وعده های این که آب مجانی، برق مجانی، پول نفت سر سفره، اینا بود که ما رو فریب داد یا خود فریبی کردیم. چرا گردن دیگران بیاندازیم مرتب؟ گردن خودمونه. و اساساً حرفی از این که حجاب اجباری، من یادم ما در سال 59 تو انجمن اسلامی دانشجویان بودیم، دخترانی که با هم فعالیت میکردیم و با هم بودیم مثلا حجاب نداشتن حتی تا 59، نمیدونم نه حجاب اجباری، نه انتخابات زوری و استصوابی، نه شکستن قلم، نه زندان و فلان، نه از بین بردن اسرائیل، نه نمیدونم بمب هسته‌ای، اینها نبود. اینها نبود. اینا به مرور ایجاد شد. انحراف و در واقع، حالا نگم انحراف، اون چیزی که در ذهن آقای خمینی بود و بروز نداده بود، بروز داده شد. حالا این چه چرا؟ در سال 56-57 روشن فکران ما، سیاست مداران ما، اندیشمندان ما متوجه نشدن که بابا این حکومت مذهبی در قرون وسطا تجربه شده، نباید تن داد به حکومت آخوند و ملا و کشیش و نمیدونم کلیسا و دیگری و دیگری. ولی متاسفانه شرایط به گونه بود که همه فکر میکردن اگر در اروپا تفتیش عقاید یا انگیزاسیون شد و آدم ها رو به جرم حرف زدن میانداختن توی آتش، چون کلیسا بود و مسیحی بودن، نه شیعه. شیعه اصلا این آقای دکتر شریعتی که یک اندیشمند اسلامی بود، چنان تعریفی از عدل علی، از نمیدونم شیعه، از مدینه فاضلش، از حکومتی که بهترینه، چنان تصویر و تصوری داد که نسل من مفتون شد، افسون اون اندیشه ها شد. یعنی یه روشنفکری که در فرانسه تحصیل کرده با آثار ژان پل سارتر و نمیدونم راسل و نمکی و کی و همه اندیشمندان بزرگ دنیا تربیت شده، آمد مأموریتش این بود که از اسلام و از شیعه و از مکتب علی یک داستانی بسازه، دنیایی بسازه، مدینه فاضله، یعنی یک چیز آرمانی درست کنه که نسل دانشجوی اون دوره ما رو فریفت، افسون کرد. خب اینا همه مقصر بودن، مؤثر بودن که ما چنین اشتباه بزرگ تاریخی کردیم. حال باید بشینیم و قصه بخوریم چه کاری بود که کردیم. یه آدمی به اسم رهبر جمهوری اسلامی روحانی عمامه به سر آیت الله میگه من ورود واکسن فایزر رو به ایران قدغن میکنم، بابا بلندم میگه چندین هزار تن آدم مردن و دارن میمیرن، فقر مردم رو گرفته، ما باید تاوان ملت فلسطین و لبنان و حزب الله و انصار الله یمن و همه رو بدیم، چون میخوان جنگ نیابتی کنن، خان اسلام رو صادر کنن، انقلاب رو میخوان صادر کنن. چه بر سر خدا آوردی با دست خود. و البته من بگم هم میهنان عزیز، من خودم که اون زمان 18-19 سالم بود وقتی که از خواب جزمیت اندیشی و خرگوشی و ایدئولوژیک پریدم، نزدیک به 3 دهه هست که روز و شب دارم مبارزه میکنم و امثال من هم هستن، یعنی همونایی که در بهمن 57 فریب خوردن و پس از اون هم خیلی هاشون کشته شدن دست جمهوری اسلامی، خیلی هامون هم در جنگ کشته شدیم، یعنی ما آدمای بی خاصیتی نبودیم و نیستیم. شد. اما میخوام به شما عرض کنم، بارها و بارها میپرسید که خب راه حل چیه؟ راه حل اعتماده، اعتماد ملی، مردم ما، سیاسیون ما، روشنفکران ما، نیروهای اجتماعی ما باید اعتماد کنن
به نیروها و شخصیتها و مبارزینی که در درون کشور دارن مبارزه میکنن. با وجود آمدن این اعتماد گام اصلی و اولی رو برداشتیم. فکر نکنید این رژیم اگر میگه که این همه سپاه و بسیج و اطلاعات و نیرو و انتظامی و یگان ویژه، یگان ویژه‌ای که در آینده ایران هیچ جایی نخواهند داشت چون اسمشون ثبت به نام یگان ویژه حواسشون باشه، این نیروها رو داره پس شکست ناپذیره. نه، در سال 55 به قدری ارتش قوی بود، گارد شاهنشاهی قوی بود، ساواک قوی بود که هیچ کس فکر نمیکرد که یک شبه بریزه. اما فقط با درگیری در یک پادگان، خلع سلاح دو تا کلانتری سری ریخ. برای اینکه وقتی که یک ملتی ناراضی هم، همه نفرت دارن، کافیه یه نقطه اتکا پیدا کنن. در همین تظاهرات ها و شورش هایی که میشه کافیه دو تا پاسکا خلع سلاح بشه، اون وقت رژیم خواهد ریخ. من به پاسدارها و امنیتی ها و نمیدونم اینا میگم خیلی مغرور نباشید، یک شب اتفاق میفته، دو تا کلانتری که قله سلاح بشه کارتون تمومه. برای اینکه مردم اون وقت یک چیزایی به دست میارن که شما همه نیروتون رو اون چیزها گذاشتید. لذا من میخوام به ملت عزیز بگم که ما فقط باید به همدیگه اعتماد کنیم، فقط باید پشت همدیگه رو داشته باشیم، ناامید نباشیم، مایوس نباشیم، نگاه نکنیم الان رئیسی اومده و یه سری تندروی هم رو انداختن و یه سری دروغ هم دارن میگن، میگم 1 میلیون مسکن میسازیم و 1 میلیون شغل درست میکنیم، همش دروغه، همش پروپاگانداست. به قول خود رئیسی میگه پروپاگانیست. اینا همه دروغه، اینا همه ریاکاری. از یک طرف به مردم و عوام وعده های دروغ میدن که مثلا وقت بخرم، از این ورم دارن سرکوب میکنن توسط سپاه. نه، ما بیلی نیستیم که با این بادها بلرزیم، خیالشون راحت کنم و بهشون هم هشدار میدم. اما از شما ملت عزیز دعوت میکنم به اتحاد، همبستگی، پشتبانی از مبارزین. نیاز داریم به حمایت و پشتبانی شما. جمع بشید در شهرهایی که هستید، در جاهایی که هستید، افرادی که هم دیگر رو میشناسید، هسته ها رو تشکیل بدید. ما راهی جز مبارزه پرهیز از خشونت و البته دفاع مشروع نداریم. مبارزه رو باید ادامه بدیم تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی و این آخونده با این عدواتوارشون، با این سرکوب هاشون، با این سختگیری هاشون، با این بازی هاشون، با این دزدی هاشون، با این فساد و راندخاری هاشون بر سر کار هستن، ما روی خوش نخواهیم دید، نه رفاه، نه امنیت، نه آزادی، نه آسایش. باید این رژیم رو بر کنار کنیم و بر کنار خواهیم کرد.